شما خودتون میفرمایید که افرادی که عضو حزب اتحاد هستن عمدتاً بالای 30 سال سن دارن. از اون طرف ما میبینیم که طبق آمار و در واقع اطلاعات رسمی مراجع امنیتی و قضایی، بیشتر کسانی که در وقایع جنبش زن زندگی آزادی در سراسر کشور فعال بودن افراد زیر 30 سالن، اون چیزی که به اسم نسل زد هم معروف شده. این فقدان حضور این افراد در احزاب و از اون بر حضور خیابانی که از این نسل داریم میبینیم نشون نمیده که بین احزاب ما و آنچه که در واقع در زیر پوست جامعه داره اتفاق میفته یواش یواش شکاف و فاصله عمیقی داره ایجاد میشه؟ و آیا راهی برای این تو ذهنتون هست؟ شکاف ایجاد شده به نظر من، فاصله ایجاد شده. خب شما به عنوان یک حزب چه میخواهید بکنید؟ ببینید، اینی که ما تاکید میکنیم بر اصلاحات جامعه محور و برگشت و بازگشت مرجعیت نمایندگی مطالبات جامعه توسط جریان اصلاحات، برگرفته از همین تحلیل هست. نسلی که در جنبش مهسا تو خیابون اومد و همراهی کرد، هیچ نسبتی با شخصیت‌های مؤثر اصلاحات و احزاب اصلاحات نداشت. حتی افرادی که در زندان هستن، اونها دنیای یک دنیای متفاوتی اساساً نسبت به دنیایی که احزاب در اون سیر می‌کردن و سیر می‌کنن دارن. این در واقع نشون میده که احزاب جا موندن از جامعه، یا جریان‌های سیاسی جا موندن از جامعه، نتونستن نسبتی بین گفتمان خودشون، عملکرد خودشون و رفتار خودشون با این نسل برقرار بکنن. ممکنه حالا من منصوری یا بعضی از افراد تو جریان اصلاحات به دلیل نوع زندگیشون، ارتباطاتی که تو جامعه دارن، به هر حال یه مقدار احساس نزدیکی بیشتری با این نسل بکنن، ولی شما از بالا که نگاه میکنی با یه نگاه کلی، واقعا اون چیزی که مشهود هست این هست که گفتمان اصلاح طلبی نتونسته هیچ نسبتی با مطالبات این نسل برقرار بکنه، و این گفتمان که من عرض میکنم باید بروز باشه، باید متناسب با شرایط امروز جامعه تغییر بکنه، برگرفته از همین نگرانی هست. در چنین شرایطی شما، من جای دیگه هم گفتم، قاعدتا اصلاح طلبان باید میتونستن و بتونن نقش نهاد واسط رو این وسط ایفا بکنن، در این میانه مناقشه‌ای که بین حاکمیت و جامعه وجود داره. احزاب اصلاح طلب باید بتونن نقش میانجی و واسط رو ایفا بکنن، ولی به دلیل همون نگاه سلبی که من خدمتون عرض کردم، نمیگم جریان اصلاحات ضعف نداشته، خودش نقشی در این اتفاقی که رخ داده و موقعیتی که قرار گرفته نداشته، ولی عامل اصلی رو همون نگاه و در واقع جریانی میدونم که اساساً هیچ اعتنایی به خواست مردم، رأی مردم، مشارکت مردم، جامعه مدنی نمی کنه. نگاهش یک نگاه کاملا امنیتی هست نسبت به جامعه مدنی، نسبت به فعالیت سیاسی، و این اجازه نمیده که دایره احزاب اونقدر توسعه پیدا بکنه که به قول شما اون جوان زیر 30 سال هم به این نتیجه برسه که میتونه خواستش و مطالبهش رو از طریق این نهاد مدنی یا از طریق این حزب سیاسی پیگیری بکنه. طبعا اون چی که اتفاق میفته همین وضعیتی هست که ما داریم امروز در جامعه میبینیم. خیابان رو ناگزیر انتخاب میکنه برای اینکه بیاد اونجا فریاد بزنه به این امید که شاید صدا شنیده بشه و به مطالبهش جواب داده بشه.